سلام دوستان، توی این جلسه یک سری از مبانی آمار رو میخوام در موردشون صحبت کنم که معمولا کسایی که دیتا ساینتیست هستن باید بدونن. شما وقتی یه دیتا ساینتیست هستین لزوم من روی یه مسئله ماشین لرنینگ، نورال نتورک کار نمی کنین. حتی توی اون قسمت هم اگر کار بکنین یه سری از مفاهیم آماری مورد نیازتونه، ولی به هر حال وقتی که توی شرکت که خصوصا کانسالتینگ باشه استخدام میشین، پروژه های مختلفی میاد که توش باید مقدار زیادی آمار بدونین و بعضا آمار بیزیان مورد نیاز هست. بنابراین سعی میکنم اینجا اون مسائل رو کاور کنیم. likelihood function یکی از مفاهیم توی آمار هست که خیلی مهمه و یه جاهایی اوورلپ هم پیدا میکنه با ماشین لرنینگ. قبلا هم گفتم که ما توی آمار و ماشین لرنینگ اکثرا چه کوانتیتی رو میخوایم استیمیت کنیم. این کوانتیتی است expected value conditional distribution y given x. وقتی که میگیم underlying relationship between x and y، منظورمون یه چنین چیزیه. خب و این خودش دیستریبیوشنه که چون یه دیستریبیوشنه، حالا میتونه اینجور نباشه ولی معمولا اینجوره که یا ما اسیوم میکنیم که یه دنسیتی فانکشنی داره و از یه در واقع یه دیتا جنریتینگ پروسسی هست که اون دیتا رو داره برای ما جنریت میکنه. خب حالا میگم میتونیم فرض کنیم یا در واقع اگر regulatory conditions درست باشه و الاخر measurability و اینها مشکل نباشه، که خیلی هم اطلاع در موردش ندارم خودم، این یه density function هم داره. خب density function هم که به هر حال میدونین چیه، واسه یه categorical variables میتونه به شما بگه که probability این که y given x چه value های مختلفی بگیره. واسه density هم در واقع میشه مشتق این در واقع distribution function اون distribution. likelihood function در واقع متناسبه با density function. خب ولی density function میدونیم که انتگرالش باید بشه 1. خب ولی لزومن likelihood مهم نیست. بنابراین شما میتونین این عدد رو ضرب در هر کانستنتی بکنید و یه likelihood function مختلفی داشته باشید. ولی پرپس likelihood اینه که بعدا maximizeش کنین. و توی maximize کردن مهم نیست که ما وقتی که اینجا این function رو یا این density function رو داریم یه کانستنتی در ضرب کنیم. کانستنتی که depend نمی کنه به این x، شما میتونین در واقع درش ضرب کنید. پس هر کوانتیتی که متناظر باشه با density یا likelihood function میگه. حالا فرض کنید خود دنسیتیه. ما معمولاً حالا توی الیمنتری تر، اگه پیشرفته ترش هم حالتهای دیگه هم داره، ولی for now دیتا رو فرض بکنیم IID independent identically distributed. یعنی اینکه اینها independent از هم دیگه درا شدن از این distribution، یا از دیستریبیوشن جوینت دیستریبیوشن وای ان ایکس در واقع، و اینکه همشون از یه دیستریبیوشن اومدن ایدنتیکلی دیستریبیوت. بعد نکته اینه که وقتی که ما می نویسیم likelihood وای گیون ایکس، خب واسه این سمپل، حالا حداقل این رندوم سمپل فرض کنید هنوز ابزرو هم نشدن، برای این رندوم سمپل این یه وکتوره y1 تا yn، این وکتوره x1 تا xn. خب به خاطر خاصیتی که ما توی احتمال داریم و به هر حال توی ماتماتیکال استاتستیک اثبات میشه، density function رو میتونیم به ضرب density function در نقاط مختلف بنویسیم، x1 تا xn بنویسیم و همین فرمول واسه یه likelihood هم هست چون تعریفشون یکیه. بنابراین likelihood کل دیتا، ببین likelihood کل دیتا یا observe شده، likelihood این دیتا، likelihoodی که ما این دیتا رو observe بکنیم، ضرب likelihood تک تک ایناست که اینها observe بشه.
بعد نکته اینه که واسه یک سری دیستریبیوشن های نایس، مثلا شما در نظر بگیرید پواسان واسه یه باینومیال، واسه یه نورمال دیستریبیوشن، یه سری دیستریبیوشن های خوب و معروف، وقتی که شما دیستریبیوشن چیز رو می نویسین، این پی دی اف رو می نویسین، همون دنسیتی فانکشن رو می نویسین که همون لایکلیهود میشه، توش این رو می بینید، توش یه اوریجی می بینید، یه اوریجی که توش به اکس هم بستگی داره، مثلا هر کدوم از اینها. و اونجاست که حالا شما میتونید اون رو مدل کنید. من گفتم همون اول که ما چیزی که مدل میکنیم اینه. پس وقتی که اینو مدل میکنیم و فرض میگیریم که مثلا اکس بتا باشه، حالا شما میتونید اینو فرض کنید هر فرمول، هر فرمولیشنی میتونید بگین داشته باشه، خب میتونید فرض کنید نورال نت فرم، نورال نتورک میگیره یا هر چی. حالا میتونیم برگردیم توی این فرمول لایکلیهود ها، هر جایی که expected value y given x داریم این x beta رو بذاریم. اگر distributionی داریم که این component توش نیست و یه چیز دیگه هست، ما خب اون رو مدل میکنیم. مثلا فرض بگیریم median هست، median y given x، خب ما فرض میکنیم که median y given x مثلا x beta هست. خب ولی لزوما اینجوره. پس دیتایی که داریم و likelihood خود این که دیتا observe بشه متفاوته از مدل. مدل چیزیه که توی دیتا حالا قرارش میده. این نکته ریزی که وجود داره. بعد یه نکته دیگه هست، حالا که این کار کردیم و این پارامتر به وجود میاد، لایکلیهود ما به این بتا هم بستگی پیدا میکنه. این بستگی پیدا کردنش، ما معمولا این ورتیکال لاینه که میذاریم یعنی given، و معمولا این طرف یه رندوم وریبل، این طرف یه رندوم وریبل، اینا که میذاریم این رندوم وریبل نیست لزوما توی فرکانتیست اپروچ، فرض بکنیم یه پارامتره، ولی این دپندنسی این رو نشون میده که اگر شما اینو تغییر بدین خب این تغییر میکنه، به طور تغییر بدین کلش تغییر میکنه. این منظور این هست. مثال واسه یه لینیر رگرشنی که فرض کردی y given x نورمال هست، خب لایکلیهودمون به این صورته، هر کدوم از این لایکلیهود ها یه نورمال دیستریبیوشن هن که این سگما اسکوئر توی دینامینیتور هست و این اون میوه، میوه که بهتون گفتم هر نورمال دیستریبیوشنی سنتر میشه و بعد اسکیل میشه، اون میو رو ما فرض کردیم که به این فرم نوشته میشه، جای میو میایم اون اکس بتا رو میذاریم و به خاطر خاصیت ضربی که گفتم بالا داریم اینا در هم ضرب میشن و این فرم ساخته میشه، فرمی که فامیلیار باید باشه برای شما. خب حالا maximum likelihood estimation خیلی میشنوید چیه؟ ما اینجا گفتیم که این likelihood این دیتا یا probability که این دیتا observe بشه، خب هر اینا random هم دیگه، probability که این دیتا observe بشه اینه، و حالا این دیتا observe شده، ما میخواییم این بتا رو estimate کنیم given که این likelihood maximum باشه. ما اینجا میخواییم این ماکسیمم، ببخشید، این لایکلیهود رو ماکسیمایز کنیم و اون ولیوی از بتا رو بگیریم که این رو ماکسیمایز میکنه. مثلا اینجا تو اینجا بتایی که ولیو اینا ماکسیمایز میکنه، اون رو میخوایم بگیریم. حالا چرا؟ چون ابزرو شده دیگه، چون این دیتا ابزرو شده، چون دیتا ابزرو شده در برابر دیتای دیگه ای که میشد ابزرو بشه این ماکسیمم بوده، این maximum probability داشته که تا حالا observe شده، و در واقع این make sense میکنه که ما این رو maximizeش بکنیم. و این از این سوالی اینجا نیست. من اینجا یکم از intuition خودم براتون گفتم که چرا ما maximize میکنیم اینا. اگر سوالی دارید میخواین دیسکاس کنیم jump in. حالا نکته اینه که اینها ضرب هستن و حتی حالا ضربش نم که در هم کنیم، این اگه اینا بخوایم ماکسیمایز کنیم یه چیز سنگین میشه. ولی خب یعنی کامپیوتیشنالی پیچیده میشه، حداقل میتونیم با در واقع با کاغذ خودکار که دستمون میگیریم نایس فرمولا واسش به دست بیاریم. همیشه کانونشن این بوده که
به جای اینکه این فانکشن رو ماکسیمایز کنید، لاگش رو ماکسیمایز کنید. و به خاطر اینکه لاگ یه تابع سعودیه، اون به تایی که لاگ رو، لاگ ال رو، لاگ لایکلیهود رو ماکسیمایز میکنه، خود لایکلیهود هم ماکسیمایز میکنه. و اینکه میتونیم مسئله رو به جای اینکه بگیم maximizing log likelihood، میتونیم بگیم minimizing minus log likelihood. یعنی ما میتونیم وقتی که این رو داریم که فکر کنم اینجا یه نگتیو یادم رفته بذارم، نگتیو log likelihood که اینجا یه نگتیو باید باشه که در واقع به این میرسیم، اینو میخوایم صرف کنیم. بقیه اشان اون 1 divided by 2 sigma squared هم که چون ما خواهیم صرف کنیم چون کانستنتن از بین میره. این دقیقا همون لیست سکوئریه که توی لینیر رگرشن داریم. پس ما انگار داریم اینجا یه اسامشن اضافی میذاریم واسه همون چیزی که از قبل میتونستیم داشته باشیم. ما میتونستیم بگیم که آقا اکس بتایی رو پیدا کن که میاد اون یه مدل خطی میده به با یه خط اون دیتای ما رو پریدیکت میکنه مثلا، خب، یا فیت میکنه یا ترین میکنه. این همونو به ما میده و این همه ما فرض کردیم که دیتا نرمال باشه و فلان باشه، آخر با همونی که قبلا داشتیم ما داره به همون میده، حداقل تا اینجا که میخوایم استیمیت کنیم. این ساده است با دریوتیو گرفتن نسبت به بتا. آف کورس این بتا دیمنشنش میتونه پی باشه و وقتی مشتق میگیریم مشتق بر اساس یه وکتور میگیریم و آخر بار در واقع یه سری چیز داره که جا به جا کنیم، این بتا حته ما میشه. این یعنی این بتا حته که این دیتا رو مکسیمایز میکنه، فرض با این فرض که این درسته. شما اینجا فرض دیگه بکنید مقدار دیگه به دست میارید given این دیتا observe شده. و این نکته هم هست که تا حالا نسسری نبوده این اسامشن ها. اینجا بیایم یه مثال بزنیم. بالا مثال نورمال دیستریبیوشن ها زدم، اینجا میخواییم در مورد سمپل اوریج. وقتی میگیم سمپل اوریج معمولا تو ذهنمون میاد که یه سری دیتایی داریم اکس اک تا اکس این و اکس هارم میجرمنت کانتینیوس در نظر میگیریم. مثلا میگیم هایت افراد، یکی 180 سانته، یکی 170 سانته، یکی بیشتره، یکی کمتره، یا در مورد غذا، در مورد وزن، این چیزهای مختلفی غذا مثلا گرم به مقادیری که مصرف میکنن کانتینیوس میجرن. ولی اگر یه سمپلی داشته باشیم که 0 و 1 باشن چی؟ یه سمپلی داشته باشیم که 0 و 1 باشن، مثلا یه سمپل میگیریم از افراد، آیا اینها فلان بیماری رو دارن یا ندارن، یا ندارن، آیا اینها ایمیگرنت هستن یا نیستن، امثال هم. حالا باینری فرض بگیریم اینجا هر کدوم از این ابزرویشن هایی که داریم توی این سمپلی که درام کنیم یا صفرن یا یک، هر شخصی رو که برمیداری یا ایمیگرنته یا ایمیگرنت نیست. حالا یه دیفینیشن هم واسه ایمیگرنت داریم، یا مثلا طبقه یه تستی فلان بیماری داره یا نداره، 0 و 1. این میشه برنولی دیستریبیوشن با پی، با پارامتر پی. برنولی دیستریبیوشن چیه؟ یعنی اینکه افراد با یه پروبابیلیتی مقدار 1 میگیرن، با یه پروبابیلیتی 1 منهای پی مقدار 0 رو میگیرن. مقدار 1 رو میگیم ساکسس، 0 رو میگیم فیلیر و این از این. و این واسه یه هر دونه از اون زد آی ها هست. وقتی یه سمپل داریم زد یک تا زد ان داریم، هر کدوم از اون زد آی های برنولی دیستریبیوشن هستن. و لایکلیهودش رو که بنویسیم، لایکلیهود برنولی ها که بنویسیم به این فرم در میاد. P to the power of Z 1 minus P to the power of 1 minus Z. اگر زد یک باشه، در واقع اینجا زد یک بذاریم، این میشه P، این میشه صفر. این ببخشید، این زد اکوال زده، این اکوال ایوان نیست obviously. این زد اکوال زد، زد کوچیک هست، small زد هست. اگر زد یک باشه این میشه پی، اگر زد صفر باشه میشه یکی منهای پی.
حالا اگر لایکلیهود کل دیتای زد یک تا زد اینا بنویسیم، به خاطر اینکه اینا رندوم هستن، داریم فرض بگیریم که آی آی دی هستن، در هم ضرب کنیم، میشه پی بتا وان سامیشن زد آی ها یک منهای پی سامیشن ان ماینس سامیشن زد های ها. و از این اگر بیایم لاگ بگیریم، طبق فرمولای لاگ میشه سامیشن زد آی ها ضرب در لاگ پی پلاس n minus summation از زدای ها ضرب در لاگ من های پی لاگ 1 minus پی. و حالا دیریویتیو که بگیریم به این فرم میرسیم، این فرمول لاگ و لوگاریتم گرفتن که از دبیرستان بلدیم. اگر به تایم نیاز داریم یکم سکوت میکنم که دایجستش کنیم. و ما این رو حالا میخوایم مینیمایز کنیم، ما این لایکلیهود رو میخواییم مینیمایز کنیم که میگیم آقا مشتقش رو بگیریم مساوی صفر قرار بده، مشتقه نگتیو لایکلیهود بگیر مساوی صفر قرار بده، این مکسیمایز میکنه یا مینیمایز میکنه. و میبینیم که این همون سمپل اولجا میده، این پی که توی اینجا این معادله رو صفر میکنه این همون سمپل اولجه. جالبه که سمپل اولج ببخشید پروپورشن که همیشه میگیم آقا پروپورشن مثلا 30% مردم مثلا فلان جور هستن، این همون سمپل اوریجه، پروپورشن سمپل اوریجه، فقط اون سمپل اون 0 و 1 بوده. مثلا یعنی ما میایم همه افراد 1 و 0 رو جمع میکنیم، اون تعدادی که 1 هستن تو اینجا میمونن، بقیهشون 0ن، میشه تعداد افرادی که 1ن تقسیم بر n. این نکته ای که ساده است ولی بعضن افراد نوتیس نمیکنن، بعد نوتیس کرد که ما پروپورشن همون سمپل اوریجه، فقط سمپلمون 0 و 1 بوده. حالا بیزیان استاتیستیکس چی میگه؟ تا اینجا ما فرکونتیست بودیم، یعنی اگر ما بخوایم با فرکونتیست اپروچ که سولی دیپندنت آن دی دیتا و با مدل کردن و اینها بریم و یه استیمیت بگیریم واسه پروبابیلیتی یک دیستریبیوشن، سمپل اوریج رو میگیریم. یادتون باشه که گفتم آی آی دی یعنی هر کدوم از اون زد آی ها سیم پی بودن، یعنی اگر هر کدوم اگر آی آی دی نبود و هر کدوم از اون زد ها از یه پی آی می اومدن، ما این کارو نمیتونستیم بکنیم. این نکته ای بود که یادم رفت بگم، اون موقع میشد پی یک ضرب در پی دو تا ضرب در پی ان، چون آی آی دی سمپل اون در واقع اسامشنی که داشتیم خیلی مهم بود، چون آی آی دی هست سمپلمون میتونیم این کارو بکنیم. ایندیپندنتش باعث میشه اینا در هم ضرب بشن، ایدنتیکلی دیستریبیوتدش باعث میشه که اینا پی آی یه پی باشن، پی ثابت برنل دیستریبیوشن ها ایدنتیکلی دیفاینش میکنه. خب بیزن استاتیستیک چی میگه؟ یا آقا شما ان تا سمپل داری، حالا x1 تا xn یا هر چی، و اینا رندومن. آخر بار مثل این هم یه جوری رندومه قبل از اینکه ابزرو بشه و بدونی چه عددهایی میگیرن، و این پی حد که آخر میگیری یه فانکشنی از این زد ها هستن. ها ما اینا توی آمار ریاضی میدونیم که اگر xی رندوم باشه f x هم رندومه، f تابعه باشه. پس هر نوع تابعی از یه رندوم سمپل اونم رندومه، پس این پی هت رندومه. اول فرض کردیم یه پارامتره، بالا هم اینجا هم فرض کردیم که یه پارامتره توی فرکونتیس بهتون گفتم، ولی بعدن که به دستش میاریم میبینیم که رندومه. این هم میبینی که رندومه توی لینیر رگرشن، چون که وایمون رندومه، خصوصا حالا اکس هم میتونی فرض کنی ثابته ولی وایمون رندومه. اینجا هم همینه، اینجا هم این زد آی هامون در واقع رندوم هستن، این پی هتمون رندوم میشه. خب حالا بیام میگه که بیزیان استاتیستیک میگه که خب وقتی که اینجوره شما بیا از همون اول فرض بگیر که پارامتر رندومه. خب یعنی این لایکلیهود فانکشن که اون موقع گفتم من بتایی که اونجا داشتم گفتم پارامتر فرض کن رندومه، اگر رندوم باشه ما میتونیم دیستریبیوشنش رو بنویسیم، کاندیشنال دیستریبیوشن پارامتر گیون دیتا، حالا دو نوع دیتا اینپوتامون و آوتپوتامون،
و طبق فرمول بیز این پروپورشناله با ضرب دوتا چیز، یک همون likelihood دیتا y given x و تتا ضرب در مارجینال دیستریبیوشن فیتا که نمیدونیم چیه، ولی حالا فرض کردیم که خودش رندومه و بنابراین حالا فرضم کردیم که مارجینال دیستریبیوشن هم خب وقتی رندومه مارجینال دیستریبیوشن را داره، فرض کردیم حالا یه دنسیتی هم داره یا یه پروبابیلیتی فانکشن هم داره. پس این تا اینجا این فقط مهمه که این رو اینجوری بذاریم، نیاز نیست که دقیق بنویسیم مساوی چیه، بخاطر اینکه چون این یه خودش یه density function یا probability function هست، وقتی ما این را حساب کردیم ازش integral بگیری، خود این رو تقسیم بر integralش بکنی، خب بعد میشه یه probability distribution valid و حله. اوکی، بنابراین نیاز نیست این مساوی باشه، این تا همینجاش کافیه. ما توی فرکانتیس گفتیم که وقتی که میخواییم likelihood functionمون رو یا اون densityمون رو maximize کنیم بر اساس فیتا، فقط به دیتا نگاه میکنیم. اینجا ما یه فرمولیشنی داریم که این density فیتا رو نوشتیم که ضرب likelihood با این prior knowledgeمون، نه بهش میگیم prior، نه بهش میگیم prior، نه بهش میگیم posterior. A prior knowledge about theta posterior. و اینجوری که پیداست، خب این اصلا خیلی حتی شاید توی کلاسشون هم نگم توی آمار، ولی خود بیز این ایده رو داشته که ما improvement میتونیم بکنیم. شما یه set of data شما داری، یه prior knowledge هم داری، میای posterior رو به دست میاری. خب بعد فردا روزی دوباره یه ست دیتا میگیری، شو جای پرایرتون پوستریر قبلی رو بذار و حالا دوباره حسابش بکن. در واقع بیزیان به شما اجازه میده که ایتراتیولی هرچه که دیتا بیشتر به دست میاریم، نالجتون رو در مورد فیتا بهتر و بهتر بکنی. یعنی نه تنها فوکس از روی دیتا یکم برداشته شد و یکم نالج از پرایر نالج هم داریم میگیریم. این نکته اول. نکته دوم اینه که ایتراتیولی هرچی دیتا جدید داریم میتونیم ایمپروف کنیم با استفاده کردن پوستریر جای پرایر توی گام های بعد، و اینا ایتراتیولی میتونیم ادامه بدیم تا آخر. این نکته تا اینجا. حالا ما چجوری پارامتر استیمیشن انجام میدیم؟ توی ماکسیموم لایکلیهود گفتیم که maximum likelihood estimator رو گفتیم که likelihood رو maximize میکنیم. توی بیزیان میتونیم این کار رو بکنیم، حتی همیشه این کار رو نمی کنن، ولی یکی از متد ها اینه که posterior رو maximize میکنیم. اونجا میومدیم minus log likelihood میگرفتیم، اینجا میتونیم minus log posterior رو minimize کنیم و واسه اون کار هم میاییم مشتق میگیریم مساوی صفر قرار میدیم. بهش میگن maximum a posteriori map. خب و حالا بیایم اینجا map رو ببینیم. واسه یه normal distribution فرض کنیم داده ما normally distributed، ما بتامون رو فرض کنیم خودش random باشه و اینجا فرض کنیم از یه normal distribution با صفر و s square تبعیت کنه. اگر برگردیم گام اول، اونجا می دیدیم که اگر ما این وای رو گفته بودیم نرمال باشه، اینم نرمال می شد، چون می دونیم ضرب یک ماتریس در یک نرمال دیستریبیوشن مالتی نومیال مالتی وریت نرمال دیستریبیوشن هم نرماله. یعنی اونجا هم داریم همین فرض می کنیم و این خیلی فرض شاقی نیست. خب و این اس هم میتونیم اینا سنترش هم بکنیم، واقعا فرقی نداره. چرا سنتر میتونیم بکنیم؟ به خاطر اینکه
جلوتر میتونم اینو بگم. و نکته دیگه هم این که این اس اسکوئر یعنی یه واریانس هم واسش چیز میکنه. اینو بهش میگن هایپر پارامتر. هایپ اس اس رو بهش میگن هایپر پارامتر، پارامتری که پارامترمون بهش وابسته است. حالا پارامترمون اینجا فرض کردیم رندوم وریبل، و اینجا داریم پس چون فرض کردیم که پرایرمون نورمالی دیستریبیوتد با این پارامترها، پس پرایرمون به همچه فرمی میگیره. و اینجاست که ما چرا از صفر میذاریم، به خاطر اینکه اینجا ما دیگیم متناسب. وقتی میگیم متناسب، اینجا هر سی میتونه باشه، ای به توان مثلا اینجا فرض بگیم میو گذاشته بودیم، ای به توان میو یه کانستنت از بین میره. بنابراین پس مهم نیست که اینجا ما یه میو خاصی بذاریم. و توی یه مثال دیگه میتونیم فرض کنیم که بتامون لاپلاس از لاپلاس میاد. نمیدونم چرا اینو من دوباره نرمال گذاشتم، این تایپوه ببخشید. این لاپلاس از لاپلاس بیاد، لاپلاس هم فکر کنم دوتا پارامتر میگیره، یه اسکیل میگیره یه لوکیشن، لوکیشنش مثل لوکیشن این میتونه از بین بره، اسکیلش میمونه که آلفا مثلا فرض بگیریم باشه، یه همچی صورتی میگیره، یا یک پر یا آلفا یا خود آلفا، یه همچی فرمی میگیره. پس اگر فرض بگیریم که پرایر نالجمون در مورد بیتا لاپلاس، پرایرمون مارجینال دیستریبیوشنش چنین فرمی هست. حالا اگر پوستریر را حساب بکنیم، راحت ضرب لایکلیهود میشه در پرایر ها در دو در دو صورت، این واسه مثال اول، این که واسه مثال دوم. خب و حالا میتونیم ماینس لاگ پوستریر رو حساب بکنیم که میشن اینها مساوی صفر قرار بدیم. اگر از همون ابتدا هم به جای اینکه نورمال دیستریبیوشن میگرفتیم برنولی میگرفتیم، هم بازم همین حساب میشد، یعنی میشد این لاسی که میشد نگاتیو لاگ لایکلیهود که لزوما به این فرم نیست، به اضافه این پارامتر ها. اینم بتا به توان دو بوده، اینم تایپوه، بتا به توان دو باید باشه. و اینجا هم بازم خب پس این از این فرمول. حالا این چه فرمی میگیره؟ من بهتون گفتم وقتی لایکلیهود داشتیم نگاتیو لاگ لایکلیهود با مین اسکوئر ارور یکی شد، ولی وقتی که تو بیزین میاییم این میشه L2 regularization، این میشه L1 regularization. و نکته همینجاست که ما چرا likelihood based estimation ها واریانسشون بیشتره، به خاطر اینکه solely dependent on data. وقتی شما خیلی به دیتا دیپندنت هستید، با تغییر دیتا میتونه استیمیتورتون تغییر بکنه. توی بیزین یکم فوکس از دیتا برداشته میشه، داده میشه به پرایر، به خاطر همینه که معمولاً در واقع استیمیتور هایی که توی ماشین لرنینگ توی آمار استفاده میکنیم که رگولارایز شدن، واریانسشون کم تره، به خاطر اینکه فوکسشون از دیتا برداشته شده، استیبل تر میشه، استابیلیتیشون میاد پایین، ببخشید آن استابیلیتیشون میاد پایین، مثلا که فوکسشون از رو داده یکم برداشته شده. و هرچی فوکس رو بیشتر برداری، یعنی هرچی این اثر رو و این اثر رو تغییر بدی، یعنی بتا آلفا رو تغییر بدی که اینجا کاملا مؤثر هستن روی اینکه چه مقدار رگولاریزیشن هست، دیگه خیلی میتونی واریانس ها کم کنین یا خیلی نمیتونی واریانس ها تغییر بدی. یعنی این هایپر پارامتر ها اینجا هستن. جالبه که توی آمار به این اسم میگن هایپر پارامتر، توی ماشین لرنینگ هم به اینا میگن هایپر پارامتر، در حالی که از دو تا لیترچر مختلفه. حالا ما اگر دیتای Z1 تا Zn که دو تا اسلاید چند تا اسلاید قبل داشتیم که فرض کردیم برنولی دیستریبیوشن هستن و اون پی رو فرض کردیم ثابته، حالا فرض کنیم پی از بتا دیستریبیوشن A و B میاد. بتا دیستریبیوشن چیه؟ بتا دیستریبیوشن حدوداً متناسب با پی بتوان A 1 ماینس پی بتوان B. اینا شما گوگل بکنید نشون میده دیستریبیوشن های مختلف بتا رو.
بر اساس اینکه A و B چی بگیریم به تا شکل مختلف، مثل U شکل میگیره معمولا. ها U شکلی که فوکسش بیشتر روی صفر یا روی فوکسش روی یک. و وقتی که ما حالا بیایم پستریر رو بنویسیم میشه likelihood، که در موردش صحبت کردیم. likelihood چرا این میشه؟ ضرب در prior. و اینجا چی میشه؟ این P به توان A با این P میشه P به توان I به علاوه یه این summation. این یکی میشه یک منهای P به توان B به علاوه N منهای فلان. لاگ بگیرین، نگتیف در از ضرب کنین، مساوی صفر قرار بدین، به این میرسید. پس پارامتری که بخشید استیمیتوری که پستریر رو مکسیمایز میکنه اینه. ما توی انگرام ها، مدل انگرام توی ماشین لرنینگ، توی NLP میگیم که واسه اسموث کردن فرض کنیم هر لغتی یا هر بایگرامی یا هر ترایگرامی یک بار تکرار شده مثلا، این به اون کمک میکنه. انگار داریم دوباره وقتی که ما میایم اسموث میکنیم توی NLP و اون ریشوهایی که داریم به دست میاریم در واقع صفر میشن زیاد، و واسه اینکه ریشوها صفر نشن یکی به نیومریتور اضافه میکنیم، یعنی یکی به هر کدوم از اون فرکانسی اضافه میکنیم، انگار داریم یه پرایر نالج میدیم و به خاطر همین واریانس ها داریم کاهش میدیم. پس توی اسموثینگ توی NLP هم انگار داریم یه پرایر نالج استفاده میکنیم و به جای سیمپل سامپل پروپورشن انگار داریم یه چنین فرمولی میگیریم. حالا شما آ رو بذار یک، بی هم بذار یک، انگار داریم میگی یک به علاوه این سامیشن تقسیم بر دو به علاوه سامپل سایز. جالبه نه؟ اگر سامیشن ها واسه یه واسه یه اده واسه یه زد های خیلی سامیشن صفر داشتیم، واسه یه ایونت های سامیشن این کلا صفر شدیم میشه یک به علاوه اون. الان میتونیم بگیم یک تقسیم بره یک به علاوه این، چه یک به علاوه یک به علاوه این. این بی هم اینجا مهمه که داریمش، یعنی نیومریتور یه ای فقط ضرب میشه ولی دینامینیتور هم ای داریم هم بی داریم و جفتشون باید نام ناصفر باشه و نامنفی. اینم از مثال دیگه توی در واقع ماشین لرنینگ که از بیزیان استفاده میشه. اینم مثال reduction of variance که توی اون جایی که داشتم توضیح میدادم اینم گفتم که ما در واقع با regularization، در واقع smoothing هم که توی NLP داریم هم somehow خودش regularizationه، بخاطر اینکه variance رو کاهش میده.